سرخط خبرها حمله مرگبار روسیه به خانه فرهنگ خارکوف روسیه تسلط کامل بر ماریوپول را اعلام کرد گسترش آبلی میمون سازمان جهانی بهداشت خواستار نشست استراری شد ایران قصد رو بودن وزیر جنگ اسرائیل را داشته است و روایت محوره ها از رقابت نفتی ایران و روسیه. سلام و درود به سرویس خبری این ساعت. خوش آمدید. حمله مرگبار روسیه به خانه فرهنگ خارکوف زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه ویدیویی از دوربین های مداربسته منتشر کرد که نشان میدهد انفجار بزرگی در خانه فرهنگ شهر لوزووا در استان خارکوف رخ میدهد گفته شده که ساختمان مورد اصابت موشک روسیه قرار گرفته است زلنسکی گفت که بر اثر این انفجار هفت نفر از جمله یک کودک 11 ساله کشته شدند رئیس جمهور اوکراین این حمله را شیطانی و احمقانه توصیف کرده است. روسیه تسلط کامل بر ماریوپول را اعلام کرد روسیه میگوید توانسته با شکستن آخرین مقاومت ها در کارخانه آزوفستال ماریوپول آن را به طور کامل تصرف کند نبرد برای فتح آزوفستال که آخرین سنگر مقاومت نیروهای اوکراینی در ماریوپول بود هفته ها ادامه داشت مقام ها در کرملین نصر جمعه 20 می اعلام کردند که آخرین گروه از نظامیان باقی مانده در آزوفستال هم تسلیم شدند این نظامیان چندین هفته بود که با مقاومت در این کارخانه بزرگ فولاد مانع از تسلط کامل روسیه بر بندر ماریوپل شده بودند به این ترتیب نبرد در ماریوپول که از همان روزهای نخست حمله روسیه به اوکراین اواخر فوریه گذشته آغاز شده بود با ویرانی کامل این شهر پایان یافت وزارت دفاع روسیه گفته شهر ماریوپول اکنون با تسلیم شدن تمامی 531 سرباز اوکراینی که در کارخانه فولاد بودند به طور کامل آزاد شد در بیانیه مسکو آمده اکنون تمامی تونل‌های زیرزمینی آزوفستال که محل سنگر گرفتن نیروهای اوکراین بود در تصرف کامل سربازان روسی است همزمان زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته به گروه آخر نظامیان باقیمانده در آزوفستاد اجازه خروج داده شده است امروز به پسران در آنجا فرمان نظامی روشنی ارسال شد که باید از آنجا خارج و جان خود را نجات دهند این کارخانه بزرگ نورد فولاد هفته ها بود که در محاصره کامل ارتش روسیه بود روسیه تمام راه ها و حتی ارسال کمک های انسان دوستانه و را برای هفته ها مسدود کرده بود و این کارخانه را زیر آتش توپخانه سنگین قرار داده بود تا نظامیان اوکراینی داخل آن را وادار به زمین گذاشتن سلاح کند. در کنار این نظامیان حدود یک هزار غیر نظامی و شهروند اهل ماریوپل هم در زیرزمین های آزوفستال برای هفته ها پناه گرفته بودند و تنها طی چند هفته اخیر توانستند به کمک صلیب سرخ و سازمان ملل متحد از آنجا خارج شوند با این حال حتی بعد از خروج غیر نظامیان از این کارخانه مقاومت سربازان اوکراینی باعث شده بود که روسیه نتواند مدعی فتح کامل این بندر شود برای بسیاری از مردم اوکراین و سایر نقاط جهان هم مقاومت این سربازان به سمبولی ملی و جهانی و واکنشی قهرمانانه به حمله روسیه به اوکراین بدل شده بود اکنون روسیه با تسلط کامل بر ماریوپل خواهد توانست مسیر زمینی میان شبه جزیره کریمه و خاک روسیه برقرار کند روسیه در سال 2014 کریمه را به خاک خود الحاق کرد گسترش آبله میمون سازمان جهانی بهداشت خواستار نشست استراری شد در شرایطی که شمار افراد مشکوک به ابتلا به آبله میمون در قاره اروپا به بیش از 100 نفر رسیده سازمان جهانی بهداشت خواستار برگزاری نشست استراری در روز جمعه شده است ایران قصد رو بودن وزیر جنگ اسرائیل را داشته است سرویس های امنیت داخلی اسرائیل شیمبه ادعا کرد ماموران اطلاعاتی ایران تلاش داشتند تا دانشگاهیان و بازرگانان اسرائیلی را به خارج بکشانند روزنامه کیهان نوشت بنابر گزارش رسانه های به نقل از شیمبت ماموران اطلاعاتی ایران برای این منظور از هویت های جعلی در شبکه های اجتماعی استفاده کرده و اغلب خود را به عنوان دانشگاهی روزنامه نگار تاجر و انسان دوست معرفی کردند. ماموران اطلاعاتی ایران کوشیدهاند تا درباره اسرائیلی‌ها اطلاعات جمع کنند و با کشاندنشان به خارج از اسرائیل آنان را روبوده یا هدف قرار بدهند. ماموران ایرانی غالباً قربانیان یا اهداف خود را به شرکت در کنفرانس های در اروپا دعوت میکردند سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شده طرح ایران را در تلاش برای فریب دادن اسرائیلی ها در خارج و احتمال ربودن آنان را ردیابی و خونسا کرده است شیمبس مدعی شد که در برخی از موارد عاملان قربانیان احتمالی را به کنفرانسی در اروپا دعوت کردند این یک روش شناخته شده و مورد استفاده از سوی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیروی قدس و وزارت اطلاعات است در همین حال روزنامه عبری اسرائیل هیو مدعی شد ایران قصد ربودن موشه یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را داشته است این روزنامه ادعا کرد که نیروهای وابسته به ایران به دنبال این بودن که یعلون را به تله انداخته و او را برو روزنامه مسکور عنوان کرد موش یعلون سازمان اطلاعات داخلی رژیم سحنیستی را در جریان پیام هایی که از طریق ایمیل دریافت می قرار داده و شاباک پس از تحقیقاتی که انجام داد متوجه شده این پیام ها را نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات ایران ارسال کردند. بازداشت عضو تیم حفاظت بایدن در کره جنوبی یکی از اعضای تیم حفاظت بایدن رئیس جمهور آمریکا یک روز قبل از ورود وی به سئول پایتخت کره جنوبی توسط پلیس این کشور بازداشت شد به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز یک عضو تیم پیشروی حفاظت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سئول به اتهام حمله در حالت مستی به یک شهروند کره بازداشت شد پلیس اعلام کرد ویروس پنجشنبه یعنی یک روز قبل از ورود بایدن به کره جنوبی به دلیل نزا بر سر تاکسی بازداشت شده است این عضو تیم حفاظت بایدن که برای وزارت امنیت داخلی ایالات متحده کار می کند خارج از هتل گراند حیات جایی که بایدن قرار است در آن اقامت کند درگیر شده است روایت ماهواره ها از رقابت نفتی ایران و روسیه برخی رسانه های غربی اعلام کردند که نفت روسیه 30 دلار پایین تر از قیمت بازار فروخته می شود و این تخفیف های چشمگیر موجب شده تا ایران بزرگترین مشتری خود در بازار نفت را از دست داده و کاهش چند صد هزار بشکه صادرات نفت به چین را در ماه اخیر ثبت کند علت حریق خودروی حمل مهمات در ورامین رابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی پیامی علت حریق خودروی حمل مهمات در ورامین را اعلام کرد در پیام از وزارت دفاع آمده است حوالی ظهر امروز سی اردی بهش ما خودروی حمل مهمات در ورامین به دلیل ترکیدگی لاستیک و انحراف از جاده اصلی دچار حریق شد که این موضوع آتش گرفتن مهمات و خودرو را برداشته است همچنین در پایان نیز گفته شده است در این سانحه به هیچ یک از سرنشینان خودرو و مردم آسیبی نرسید است محسن نایبی معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران نیز درباره این حادثه گفته بود اصر امروز جمعه سی اردیبهشت ما یک خودروی نظامی حامل حجم محدودی تجهیزات نظامی در شهرستان ورامین دچار حادثه جاده منجر به نقص فنی و پس از آن حریق شده است وی تاکید کرده بود که این حادثه هیچگونه خسارت جانی نداشته و احتمال وجود هر گونه اقدام خرابکارانه منتفی است. به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم برای آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان کانال ما رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.